الحمد لله قاسم الجبارين وناصر المستضعفين والصلاة والسلام على من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان عزیز خواهر و برادر در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات خداوند قادر و منان را متشکر و سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر برای ما و شما توفیق عنایت فرمود تا لحظاتی را در کنار قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم و از فیوزات و برکات و رحمات الهی استفاده نماییم. امید است که خداوند همه طاعات و عبادات و بندگی من و شما را در درگاه خود مورد قبول عنایت بفرماید. الحمدلله که به توفیق خداوند تبارک و تعالی درس چهارم از سلسله درس های زن در آینه اسلام را آغاز کردیم. بحث امروزی ما و یا درس امروزی ما در ارتباط به خدمات ارزندی زنان در اسلام هست. یعنی در زمان نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه خدمات را زنها انجام دادن در حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. در دین مبین اسلام شرط قبول شدن کار و یا عمل و یا تلاش انسان چند چیز هست. یکی اخلاص هست، یعنی فرق نمی کند مرد باشد یا زن، هر کسی که تلاش بکند بر مبنای اخلاص قابل قبول هست. دوم، بر اساس سنت و قانونی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورده بر اون اساس انجام بگیرد، این قابل قبول هست در پیشگاه خداوند. فرق نمی کند که عمل را مرد انجام بده یا زن انجام بده. به اول هاز الله تبارک و تعالی میگه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. کسی که عمل صالحی را انجام میده یا کار خوبی را انجام میده، چه زن باشد چه مرد، مورد قبول و پذیرش خداوند است، هیچ فرق نمی کند و ما به اونها حیات طیبه عنایت می کنیم، به شرط این که این عمل صالح باشد، بر اساس اخلاص باشد به خاطر الله جل جلاله و بر اساس سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشد. اگر انسان هر قدر تلاش بکند، مرد باشد یا زن، میلیون ها پول را مصرف بکنی، خرج بکنی، در ظاهر به نام ختم قرآن، به نام انفاق، به نام تعاون، به نام همکاری، چی زن مصرف بکنه چی مرد، مسجد بسازی، راه بسازی، ولی اگر نیتت خدا نباشد، اخلاص نداشته باشی، به خاطر شهرت باشد، او در پیشگاه خداوند قابل قبول نیست. عمل قابل قبول هست که مورد رضای الله باشد، الله او را بپذیرد که به خاطر خدا انجام گرفت و هیچ توقعی هم نداشته باشید. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقتی به خاطر خدا کاری را انجام میدید، نانی برای افراد میدید، مشکلی کسی را حل میکنید، قرضی برای افراد میدید، اخلاق نیکو با کسی میکنید، توقعی برخورد خوب را نداشته باشید یا توقعی تشکر نداشته باشید، چون به خاطر الله کرده، الله مزد میدهد برای انسان. اگر نظر بیندازید در حیات طیبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، رهبر و سرور و قائد و بزرگمان، محبوبمان، اونجا در میابید که زنان در تاریخ اسلام در دو چیز از مردان سبقت گرفتن، یعنی دو افتخار در اسلام زنان کسب کردن که مردان با او افتخار نائل نشدن، یعنی در همو انجام اول، در مرحله اولش. یک، افتخار کسب ایمان، این افتخار هست. اولین فردی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رسول خدا تصدیق می کند یک زن هست، خدیجه هست رضی الله تعالی عنها،
کسی که هر لحظه پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد از خدیجه و با التاف و طائف و با دعا در حق خدیجه و طائف برای دوستان خدیجه و همیش با خوبی ازش یاد میکرد، یار و یاور و غمخوار پیامبر صلی الله علیه و سلم، بزرگترین شخصی در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم در عرصه مشکلات، مصیبت ها، در حالت فقر، تنگ دستی، در حالت ثروت، در حالت جنگ، در حالت راحتی، در همه ابعاد زندگی در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار. این خدیجه چه خدمات ارزنده ای رو اسلام عزیز کرد. یعنی این اولین افتخار زنان کسب کردن ایمان هست. دومین افتخاری که زنان از مردان سبقت گرفتن لقب و یا افتخار شهادت در راه اسلام عزیز هست که باز در بحثش ذکر میشه. اسلامی که امروز من و تو به عنوان دینی با افتخار قبول میکنیم و میپذیریم و امروز در یک فضای امن و آرامش الله را عبادت میکنید، اساس و بنیاد رشد این اسلام بر سرمایه یک زن هست. یک زن هست که وقت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر رسالت مبعوث میشه، همه مشکلات در این زن تحمل میکنه. الله اکبر، این چی زنی است؟ این چی خدماتی است؟ آن هم برای بزرگترین فرد بشریت که نه در اول بشر نه در آخری بشر هیچ کس مثل اون نمی آید. به قول مولانای روم، بعد از خدا بزرگ، توی قصه مختصر، خدمت به این فرد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشه در غار حرا خلوت گزینی میکند، خدمات آب و نان و طعامش را چی کسی برایش تهیه میکند؟ خدیجه هست. این خدیجه هست که این زحمات رو متحمل میشود. روزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به رسالت مبعوث میشود از جانب الله، از غار حرا پایین میآید در حال بسیار وحشت زدگی و میگوید زمیلون زمیلون زمیلون، این خدیجه هست که پیامبر را در آغوش میگیرد و او را میپیچاند با پارچی و بعد ازش سوال میکند چی قضیه شده، چی واقعی رخ داده. پیامبر صلی الله علیه وسلم داستان را برای خدیجه میگوید. چنین قضیه است، روز اول بعثت هست، چقدر حساس، ولی این خدیجه با وقار، با سکونت و آرامش، با روحیه دادن، با رهبر بشریت میگه تو هرگیز قسم به الله خار نمیشوی، چون خداشناس بودن. میگه تو هرگیز خار نمیشوی چون تو رحم داری، شفقت داری، تعاون داری، انسان با اخلاقی است، صادق هستی، امین هستی، طاهر هستی. تو کسی هستی که بشر امروز به صداقت و امانتت اعتراف میکند. تو هرگز خوار و ذلیل نمیشوی، تشویش نکن. با درایت تمام دستش را میگیرد، با پیشی و رقب ننوفل میبرد که در اونجا اون هم تصدیق میکند که کسی که با پیش موسی آمده وحی آورده با تو هم همون هست. تو از جانب خدا به رسالت مبعوث شدی. در آن روز خدیجه میداند، میبیند که ورش ابن نوفل چی میگوید. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه تو با زودی از دست قومت بیرون میشوی، از سرزمینت خارج میشوی، بر علیهت نقشه ها میریزن به خاطر قتلت، تو سختی ها پیش رویت هست، مشکلات میبینی، چون راه نبوت راه ساده ای نیست. خدمت کردن با رهبر بشریت خدمت ساده ای نیست. ولی خدیجه میپذیرد، قبول میکند، از همان لحظه با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان میآورد و اولین فردی که لقب ایمان را کسب میکند از زنهاست و خدیجه هست. با اخلاص، با عشق تمام، با محبت کامل که با پیامبر صلی الله علیه و سلم داره، می نشیند در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میگوید از امروز تمام سرمایه خدیجه در خدمت توست و در خدمت اسلام است. هرچی مصرف میکنی در راه اسلام، این بزرگتر
بزرگترین خدمتی است در تاریخ بشریت. به همان لحاظ است که بعد از وفات خدیجه وقت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم صحبت میکردیم، ازش سوال میکردیم، میگفت من خدیجه را خیلی دوست دارم، ازش با خوبی یاد میکرد، میگفت خدیجه در وقت من را تصدیق کرد که دیگران تکذیب میکردن، خدیجه در وقتی با من کمک کرد فقیر بودم، دیگران از ما همه چیز را میگرفتن، ولی این سرمایه خدیجه بود که در اساس و بنیاد اسلام شروع شد مصرف کردنش. این اوجی علاقه و ایمان راسخ و صبر و حوصله یک زن را نشان میده که در محضر رسول خدا صلی الله علیه وسلم قرار میگیره، میگه هر چی دارم همه در راه اسلام. و امروز هم الحمدلله ما داریم خوشبختانه خواهرانی که تلاش میکنن در راستای دین مبین اسلام، حتی حاضرن از تمام زر و زیوراتشان بگذرن، میگن فقط اسلام رشد بکند، در هر جای نگاه میکنن که از اسلام عزیزمون نیاز داره، حاضرن بگذارن. امروز هم ما داریم الحمدلله در طول تاریخ بشر خدمات ارزنده زنان موجود بوده. این بزرگترین خدمت خدیجه است، یعنی تمام سرمایه مادیش را میگذارد، بر علاوه این که خودش به عنوان یاور و عنوان یک همکار دوشا دوشی پیامبر صلی الله علیه و سلم در تمام قضایا حاضر است، تلاش میکند. همه فرزندان پیامبر صلی الله علیه و سلم از خدیجه هستند، الا ابراهیم که درش اختلاف هست، که بعضی میگن از همسر دیگرش هست، ولی این خدیجه مربی فرزندان نبوت هست. به همان لحاظ است که سالی که حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات میکند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون سال را به نام عام الحزن نامگذاری میکند، سال غم و اندوه. و همیش بعد از فوت حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، مادر مؤمنان، حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریف میبردن، دعا میکردن در حقش و ازش همیش به نیکی یاد میکردن، از خدماتش میگفتن که خدیجه چقدر تلاش کرد، چقدر زحمت کشید، و حتی با دوستانش هدیه میفرستادن، وقت گوسفندی ذبح میکردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، قسمتی از گوشت اون را به خاطر وفاداری با این همسری مهربانش که خدمات ارزنده‌ای در تاریخ اسلام انجام داده، میفرستادن برای دوستان خدیجه. به جایی میرسد که روزی زنی در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پاتوی مبارک را باز میکنن، هوار میکنن و زن را در روی چادر مینشانن. صحابه سوال میکنن یا رسول الله این کیست که قدر این را احترام میکنی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند این دوست خدیجه هست. الله اکبر، این است اسلام و زن، رهبری بشریت، بزرگترین فرد روی زمین، کاملترین از نظر اخلاق، از نظر جمال، از نظر برخورد، بزرگترین از نظر درجه نبوت. چادرش را هوار می کند، یک زن را در کنارش در روی آن می نشاند، آن هم دوست همسرش. این یک نمونه از خدمات زن ها. دوم، حتی در عرصه سیاست زن ها حضور داشتن، خدمات ارزنده ای را ارائه می کردن، برای مجاهدین غذا آماده می کردن، برای مجاهدین آب و نان آماده می کردن، برای مجروحین مجاهدین را حتی تداوی می کردن. در اوج سیاست و قدرت، در صحنه معرکه جنگ، در میدان مبارزه، چون عشق داشتن با پیامبر صلی الله علیه و سلم، محبت داشتن با رسول خدا صلی الله علیه و سلم، ایمان راسخ و باور کامل داشتن، از هیچ چیزی دریغ نمی کردن،
حتی وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به طرف اونها میکند میگه امروز کمک کنید، هر کسی گوشواره ای دارد، گلوبندی دارد، چوری در دست دارد، همه رو بیرون میکنن میگذارن در روی چادر یا پاتوی بلال میگذارن، میگن یا رسول الله در خدمت اسلام. عشق و علاقه و محبت اونها به جایی میرسد که روزی در غزوه احد، در زمان جنگ احد، در مدینه منوره زنی است که همسرش را از دست داده در احد، همسرش شهید شد، فرزندش شهید شده، پدرش شهید شده، برادرش شهید شده، 4 نفر از یک زن در غزوه احد شهید می شوند. منافقین سر و صدا را برا می اندازند که الله عز و جل می گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته شد. این خبر دروغین و مدینه می رسد، صحابه وقت وارد مدینه می شوند، این زن بیرون می شود از مدینه، فریاد می زند کجاست رحمت للعالمین، سید المرسلین، قائد اعظم صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. جنازه پدرش را پیش رویش می گذارن، میگه صبر این با من مشکل نیست. جنازه همسرش را می گذارن، برادرش را می گذارن، فرزندش را می گذارن، 4 جنازه پیش رویش گذاشته می شود. میگه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم برایم بگویید، صبر اینها برایم مشکل نیست. اگر شوهرم شهید شده یک زن بی شوهر می شود، اگر فرزندم شهید شده یک مادر بی فرزند می شود، اگر همسرم شهید، اگر برادرم شهید شده یک زن بی برادر می شود، اگر پدرم شهید شده یک دختر بی پدر می شود، اما از رحمت للعالمین بگویید که کجاست. اگر محمد از دنیا برود یک دنیا بی رهبر می شود، یک امت بی سرنوشت می ماند. این فکر و اندیشه یک زن رو ببینید. در آن اسناست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید، دست به دامان پیامبر صلی الله علیه و سلم می گیرد، میگه یا رسول الله صبر همه اینها برایم راحت است، هیچ مشکلی ندارم، راضیم به رضای الله، ولی صبر شما و صبر فراق شما برایم مشکل هست. کجاین خواهران امروزی، مادران امروزی؟ خود چی معلومات داری در مورد شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ چند فیصد محبت داری با این رهبر بزرگت؟ چند فیصد عشق و علاقه و محبتت با او وابسته است؟ شب و روز مصروف نگاه کردن سریال های مبتذل، برنامه های نامشروع، وقتی تو بیجا صرف کردن، در زندگیت نام از محمد نیست و ادعا هم داری که امت محمد هستی. اونها هم زن بودن. در میدان سیاست، کارزار، هیچ چیز دریغ نمی کردن. حاضر بودن شوهر را از دست بدن، حاضر بودن فرزند را از دست کنن، حاضر بودن برادر و پدر را فدای اسلام کنن، فقط می گفتن دین باید حاکم بشه. امروز برعکس، همه چیز را قبول داری، میگی پدر از دست بشه، مادر از دست بشه، برادر از دست بشه، من فقط خوش باشم، زندگی باید خوب باشه. دوم، سوم، نمونه دیگر در عرصه سیاست و دفاع از اسلام عزیز و از مجاهدین، زمانی که باغیان دور خانه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه محاصره میکنند، نائله همسر عثمان هست، شمشیر میگیرد، همسر عثمان رضی الله تعالی عنه به دفاع از شوهرش استاد میشود، با جرأت تمام و با شجاعت کامل در چنین صحنه خطیری که اطراف حضرت عثمان محاصره است، وقتی داخل خانه عثمان می اندازن خود، همسرش شمشیر می زند نائله، در اون اسناست که روسری حضرت نائله کنار می رود، موی سرش دیار می شود، حتی به همون لحظه خطیر عثمان صدا می زند ای نائله، درست است که از من دفاع می کنید، درست است با من خدمت می کنید، حق دارید از شوهرت دفاع بکنید، ولی عثمان دوست داره جان و جانافرین تسلیم بکنه، ولی دوست ندارد موی سر تو را نامحرم ببیند، متوجه حجابت باش. حتی در چنین صحنه‌های خطیر اینا دفاع میکردن، خدمت میکردن. نمونه های وسیع زیادی است. مادر سمیه اولین کسی که لقب شهادت در اسلام کسب میکند و از جمله مؤمنان است که در مکه ایمان آورده، یک زن هست
هم خودش مؤمن، هم پسرش مؤمن، هم شوهرش مؤمن. استقامت به خدمت این زن قابل قدر است. به جای شکنجه می شود، به حد شکنجه سخت می شود. صحابه وقتی می بینن حالت غیر تحمل است به اونها، ولی قوت ندارن در عروس، تعداد کم است، نیروی نظامی ندارن. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقت رد می شود از کنار مادر سمیه، او را تسکین می کند، میگه صبر کن، وعده موت در بهشت الهی است. در دنیا بشارت بهشت برش می دهد، یعنی در دنیا هم لقب شهادت، هم ویزه بهشت از زبان بزرگترین سفیر الهی در زمین، جناب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. به چقدر مشکلات به شهادت میرسد، به چقدر سختی ها را تحمل میکنن، با نیزه به سینه اش میزنن، هر قدر برش تلقین میکنن برگرد از دین محمد، آزادت میکنیم، برید پول میدهیم، خانه برید تهیه میکنیم، میگه نه، من حاضرم جان بدم به خاطر این دین و این افتخار را کسب بکنم. و تو امروز وقت از دنیا می روی خواهر عزیز، چی افتخار دارید؟ چی لقب پشتی سرت گذاشتی؟ چی خدماتی کردی با اسلام عزیز؟ مسئول استی در اسلام عزیز، در برابر دین مسئولیتی مرد و زن با یک دیگر هست. کن باز در یک بحث انشاءالله مورد بررسی قرار می گیره به نام مسئولیت های دینی مردان به زنان در اسلام. تو مسئولیت داری؟ تو بالاتر از این هستی که خودت فکر میکنی. تو امروز تمام مسئولیت و افتخارات و کسب و کارت همه را خلاصه کردی با محور یک آشپزخانه. فکر میکنی فقط زن برای این آفریده شده که فقط در آشپزخانه غذاهای رنگارنگ را تهیه بکنه، در حالی که از نظر دین خدا مسئولیتی بزرگ داری. اینها خدمات ارزنده است در تاریخ اسلام و در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم. حتی داستان اسماء را اگر بخوانید، در شب و روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر از مکه حرکت میکنند طرف مدینه، در داستان هجرت در غار ثور جایگزین میشوند، از دست دشمن در حالت پنهانی به سر میبرند، ولی جرأت و شجاعت اسماء در اونجا قابل قدر است. آب و نان و غذا و لباس همه چیز را تهیه میکند، در نیمه های شب حرکت میکند طرف غار ثور. حجاجی که رفته، خواهران و مادرانی که در حج رفتید، خدا نصیبتون کرده، فاصله مکه تا غار ثور رو ببینید چقدر است. همین اسماست که این خدمت رو متحمل می شود، آب و نان رو به آغوش می گیرد، با آن همه تهدید، با آن همه خطر، در شب تاریک حرکت می کند، می برد در غار ثور به پیامبر صلی الله علیه وسلم، به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. وقتی پیامبر خدا اخلاص ای را میبیند، فداکاری اسما را میبیند، دستا را بلند میکند، دعا میکند که یا الله در بهشت برای اسما دو بال بده که مثل پرنده پرواز کند. اینه میگن خدمت صادقانه. از هیچ چیزی رو دریغ نمیکردن. جایی که نیاز به مال بود، اگر مال میداشتن مال میدادن. جایی که نیاز به جان بود جان میدادن. جایی که نیاز به زحمت و تلاش بود تلاش میکردن. حتی در عرصه تعلیم و تعلم، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها بزرگترین استاد، مفسر، محدث، 2500 حدیث را تنها حضرت عایشه روایت کرد. صحابه تعلیم میگرفتن پیش، در تمام عرصه های زندگی زنان خدمات شایسته انجام دادن. این بود درس امروزی ما در ارتباط به خدمات زنان در تاریخ اسلام عزیز. امیدوارم که الله تبارک و تعالی با اون چیزی که گفته شد به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید و سر تقصیرات همه ما درگذرد. تا درس آینده و درس بعدی، شما را به الله تبارک و تعالی می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.